به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما رفقای عزیزم. توحید رنجبر هستم، مشاور تحصیلی، و امروز رو با افتخار در خدمت شما هستم که در مورد طرح سالیانه مشاور تحصیلیمون با هم دیگه صحبت بکنیم. در مورد اینکه یه دانش آموز کنکوری چقدر میتونه حرفه‌ای عمل بکنه و اصلا چه کارهایی باید انجام بده که بتونه توی کنکور نتیجه فوق‌العاده رو بگیره. بچه‌ها امروز با من همراه باشید، چرا که توی همین یک جلسه میتونه یه ذهنیت خیلی خوب و حرفه‌ای بهت بده که بتونی ببینی چطور میشه به اون نتیجه رسید. من یه توضیحاتی راجع به خودم بهتون بگم که 13 سال سابقه آموزشی در زمینه مشاور تحصیلی دارم، دانش آموخته دانشگاه تهران هستم و مشاور چندین رتبه دو رقمی و یکی از رتبه‌های تک رقمی کنکور بودم و مشاور مدارس و آموزشگاه برتر تهران و کرج و مازندران و کرمان بودم. تو زمینه کاریم سال 1400 خدا رو شکر کارآفرین برتر کشور شدم و اینکه بر مبنای تایپ شخصیتی که توی جلسه کاملا بهتون نشون میدم که چه مدلیه، مشاوره تحصیلیمون رو ایشالا انجام میدیم. بچه با من همراه باشید. قراره که امروز رو چه زمینه هایی با هم دیگه کار بکنیم و قراره که من کنکوری چه چیزهایی رو بدونم. اولین مسئله ای که باید باش همراه باشیم بحث نقشه راهمونه. آقا نقشه راه یعنی چی؟ چه موضوعی هست که میخوای الان دقیقا به ما بگی؟ بچه ها دقیقا مثل یک سفری که ما میریم، مثل استفاده از ویزی که ما انجام میدیم، مثل استفاده از تمام اپلیکیشن ها، ما برای مسیرمون به این نقشه راه نیاز داریم که باید تعیین کنیم کدوم یکی از این نقاط نقطه مبدأ ماه. اگه نقطه مبدأ من این نقطه باشه، خیلی فرق داره نوع برنامه‌ریزی وقتی که نقطه مبدأ من این نقطه است و قراره که به اون مقصدی که دلم میخواد برسم. حالا چون امروز وقتمون کوتاهه و قراره راجع به موضوعات بسیار متفاوتی صحبت بکنیم، شاید ریزکاری‌های این مبحث بیفته واسه جلسات بعدی که بیایم و ریز و دقیق آنالیز بکنیم که چطور میتونیم هدف درستی رو انتخاب بکنیم و بر مبنای اون هدف درسته حرکت بکنیم. فعلا یه چیزی که تا الان باید فهمیده باشیم، من اولین چیزی که نیاز دارم شناخت نقطه مبدأمه. از کجا دارم شروع میکنم؟ واقع‌بین باید باشم و بر اون اساس بیام و نقشه راه دقیق و منطقیمو بچینم، چرا که امروز روز دیگه کنکور یه بحث فوق‌العاده حرفه‌ایه. خیلی دقیق و ریزمی باید باشیم که بتونیم به نتیجه دلخواهمون برسیم. بیا با من همراه باش. چیزی که اینجا داریم متوجه میشیم و داریم توی عکس نگاه میکنیم به من میگه که من باید یه لایف استایلی داشته باشم. لایف استایل من باید لایف استایل یه آدم حرفه‌ای باشه، دقیقا مثل کسی که میخواد تو مسابقات مثلا کشتی جهانی قهرمان بشه. باید لایف استایل سالهای سالش یا حتی حداقل اون یک سال منتهی به مسابقهش فوق‌العاده حرفه‌ای باشه. باید درست کار کرده باشه، باید حرفه‌ای غذا خورده باشه، حرفه‌ای خوابیده باشه، حرفه‌ای تمرین کرده باشه و و و و که این که چطور این کار رو انجام بده اون با منه. من بهت میگم که حرفه‌ای بودن یعنی چی. بر مبنای اون رتبه‌های برتری که عمل کردم، بر مبنای تجربیاتی که بوده و بر مبنای تمام این سالهایی که با بچه‌های مختلفی کار کردم بهت میگم که چطور عمل بکنی که بتونی تو هم لایف استایل حرفه‌ای داشته باشی. بین کارم، بین خانواده‌ام، بین زمانی که دارم، بین دوستام و بین اون سلامت کاری که میخوام با خودم داشته باشم و زندگی حرفه‌ای که میخوام داشته باشم، باید یک ارتباط درست و سالمی رو برقرار بکنم که بتونم منم به اون نتیجه‌ای که دلم میخواد برسم. فکر میکنم تا اینجای بحث و تا اینجای صحبتمون یکم ذهنت باید منظم شده باشه که آقا من وارد پروسه‌ای شدم که با تمام سالهایی که تا الان خوندم فرق داره، زندگیش باید یه زندگی حرفه‌ای باشه و نقطه مبدأ باید شناسایی شده باشه. حالا با هم دیگه میریم جلو و در ادامه در مورد این ما هم دیگه بحث میکنیم که چطور میتونم به اون نتیجه دلخواهم برسم. بیا با من همراه باش. خب اولین موضوعی که بچه ها باید با همدیگه صحبت بکنیم و باید توی کنکوری بهش توجه عمیقی بکنی اینه که من چی میخوام از کنکور؟ من که دارم یک سال از عمرم رو میذارم، من که حمایت خانواده رو اینجا پشت سرم دارم، من که دارم هزینه های انرژی، هزینه های مالی، هزینه های روحی و و و همه اینها رو دارم میذارم که بخوام یه نتیجه دلخواهی رو بگیرم. پس این درخت موفقیت یه روانشناس انگلیسی بوده به اسم آقای پیپیلسون. این آقای پیپیلسون میاد چی میگه؟ میگه که آقا تمام افرادی که توی این درخت موفقیت هستن یه جایگاهی دارند و یه شرایطی دارن. حالا من جلوتر میخوام بهت بگم که من چطور بر مبنای تایپ شخصیتیت بهت مشاوره میدم و چطور میتونم راهنماییت کنم که
اون مشاوره ای که برای شخص توه بهت داده بشه. شماره 5 تصویر رو با هم دیگه ببینیم بچه ها. شماره 5 تصویر چه ویژگی داره؟ یه آدمیه که با همه قهره، با جامعه قهره، با خانواده قهره، با من مشاور قهره. یعنی یه حالتی رو داره رقم میزنه این شماره 5 من که میگه آقا به من کمک نکن. و من مشاورم اگه بخوام بهش کمک کنم شاید خیلی نتونم بهش کمک کنم طبیعتاً. چرا؟ چون نمیاد با همدیگه یه تیم تشکیل بدیم، نمیاد اون بدوه من بدوه هم خانواده بدوه همه بدویم که یه نتیجه دلخواهی رو بگیریم. و شماره 5 شاید نیاز به چند جلسه اصلا تراپی داشته باشه، نمیدونم، ولی واسه یه چنین آدمی شاید خیلی مشاوره به درد نخوره. چرا؟ چون اصلا نمیخواد اون کار رو انجام بده. شما هزاری توصیه کن، وقتی یه نفر هیچ تمرینی انجام نده خب طبیعتاً نتیجه ای هم نمیگیره. شماره 1 بازی ما این بنده خدا میخواد، این بنده خدا میخواد که تو بهش کمک کنی، این بنده خدا راهو گم کرده، این بنده خدا نمیشناسه مسیر رو، دنبال اینه که یه نفری بهش یه مسیری رو نشون بده و داره بیراهه میره. خب انرژی که من میخوام واسه یکی مثل شماره 5 بازی بذارم، شاید اگه واسه یکی مثل شماره 1 بذارم بتونم برسونمش به شماره 20. دقت کردی؟ پس اگه من افرادی مثل شماره 1 بیان پیشم خیلی استقبال میکنم و خیلی بهشون کمک میکنم. ولی بریم ادامه بازی رو نگاه کنیم. شماره 4 بازی، قبل اینکه من بخوام بهت بگم خودت یه فکر کن ببین شماره 4 چه ویژگی داره. فکر کن همینجوری داره بالا رو نگاه میکنه، نگاه میکنه آه چه شماره 15 خفنی، چه شماره 20 خفنی، شماره 20 چقدر خوبه که به اونجا رسیده، منم دلم میخواد یه مهندس درجه 1 که فلان دانشگاه شم، منم دلم میخواد پزشکم، دندون پزشکم و و و، منم دلم میخواد حقوق دانشگاه تهران قبول شم. ببین هی داره میگه، خواسته ها رو داره میگه و میخواد، اما در واقع براش هیچ اقدامی نکرده. افرادی مثل شماره 4 معمولا میگن اینا آدمای دلبنشاتی ان، آدمایی هن که لذت امروزشون رو نمیتونن به تعویق بندازن و دلشون میخواد همزمان همه چیز رو داشته باشن. بله یه سری از تیپای شخصیتی در واقع همینن. بنده های خدا صبح ساعت 8 بیدار میشه ولی تا 10 یخ زده، یعنی تا 10 تکون نمیخوره، تا 10 حرکتی نمیکنه. اگه جز به این دسته ای نگران نباش، واسهش راهکار هست، راهکار هست که تو هم توی این مسیر بیفتی، راهکار هست که تو هم بتونی استارت تو توی این مسیر بزنی. شماره 9 بازی چه فرقی با شماره 1 داره؟ شماره 9 همه چی به بازی گرفته، داره میادا، داره تلاش میکنه ولی همه چی به بازی گرفته. اصلا شماره 9 بازی ما نمیخواد اقدامی بکنه. دارم منظم میکنم ذهن تو، حواست هست؟ الان دارم ذهن تو منظم میکنم واسه اینکه بریم استارت حرفه‌ای تری با هم بزنیم. شماره 2 کوه مرام، معرفت، آدمی که به همه افراد کمک میکنه. چه بسا شماره 20 ما هم یه روزی این شماره 2 واسش قلاب گرفته باشه، چه بسا شماره 20، شماره 15 منم شماره 2 کمک کرده باشه، ولی خودش کجاست؟ پایین ترین قسمت درخت موفقیت و خودش متاسفانه نمیتونه از این درخت موفقیت بالا بره و به اون نتیجه دلخواهش برسه. ما بقیه افراد شاید تحلیل های خیلی ریستری داشته باشن که جلسات فردی و گروهی که من مختص این موضوع قرار میدم خیلی حرف ها میشه در موردش زد و خیلی درس ها میشه در موردش گرفت و چیزی که آقای ویلسون گفته رو خیلی ریستر میشه آنالیز کرد. ولی بیایید 3 نفر دیگر هم بررسی کنیم. شماره 10 کسی که اون وسط ها وایستاده. اگه دقت کنید بچه ها زیر پاشم خیلی امنه نسبت به افراد دیگه، یعنی دقت کرده باشید نگاه کن حاشیه امن این آدم خیلی بیشتر از بقیه است و خیلی به نوعی کاملتر از بقیه داره به این موضوع توجه میکنه که آقا من جاپام سفته ولی بالا نیست. مثل یه آدمی که یه چیز متوسطی میخواد، به متوسطه راضیه، قانعه و بیشتر از اون رو اصلا انگار نمیخواد. نگاه کن وسط وایستاده. لطفاً مشخص کن، من همه ساله قشر عظیمی از بچه ها رو میبینم که میگن آقا من شماره 20 میخوام ولی تلاششون اندازه شماره مثلا 4ه. اینا میشن یه جورایی اون افرادی که بیشترین ضرر رو میکنن. چرا بیشترین ضرر رو میکنن؟ چون از این ور خواسته بالاه، از این ور تلاشه کمه، هم از این ور میفتن هم از این ور. ولی افرادی مثل شماره 15 و 20 ما بیشترین سودو میکنن.
هم خواسته بالا بوده، هم تلاشه خوب بوده، هم راهه درست بوده. یعنی هم هارد ورک خوب داشته، هم اسمارت ورک خوب. و یه نفر دیگه ای که اینجا میخوام برای تحلیل بکنم، شماره 21 بازی ماه. بچه شماره 21 یه شخصیتی داره که از درخت رفته بالا، به اون بالا هم رسیده، ولی راضی نیست، ولی حالش خوب نیست، ولی میزون نیست. یعنی یه حالتی براش دست داده شماره 21 بازی ما که انگار این درخت اصلا درخت شماره 21 نبوده، اشتباه از این درخت رفته بالا و الان تو جایگاهی قرار داره که از درختش راضی نیست. دوباره اگه از اول بازی با من اومده باشی، از اول صحبت با من اومده باشی، الان باید دیگه ذهنت مرتب شده باشی. آقا چه باحال، من تا حالا به کنکور اینجوری نگاه نمی کردم که کنکور یه پروسه فوق‌العاده حرفه‌ایه. مثل تمام کارها، مثل تمام ورزش‌ها، مثل تمام بیزینس‌ها، قراره که من روی یه موضوعی فوکوس کنم، قراره که روی اون کار کنم و قراره که توی اون بتونم نتیجه بگیرم. پس میام دوباره بررسی کنیم، نقطه مبدأم رو شناسایی می‌کنم، با درخت موفقیت نقطه مقصدم رو شناسایی می‌کنم. اینو من چی می‌خوام؟ می‌خوام شماره 10 باشم، 15 باشم، 20 باشم یا هر شماره دیگه‌ای که مد نظرمه. بعد از اینکه شناساییش کردم، حالا شروع میکنم به گفتن این موضوع که آقا زندگی ما بر پایه هزینه و فایده است. نگاه کن، یه ترازوییه که از این ور کاست، یعنی به معنی هزینه بچه ها، و از این ورم بنفیته، یعنی به معنای اون فایده‌ای که این موضوع داره. حالا این هزینه و فایده‌ای که ما داریم در نظر میگیریم، باید بسنجی واسه خودت که این چیزی که توی زندگیت میخوای چقدر هزینه داره برام، چه کارهایی باید براش انجام بدم، چه انرژی باید بذارم، چه مسئله‌ای رو باید بیارم من وسط و چه چیزی رو به دست بیارم. اگر دیدی که بنفیتت برات سنگین‌تره و می‌صرفه، این کارو انجام بده، این کارو انجام بده، ضرر نمی‌کنی. الان خیلی از پروژه‌های اقتصادی تو کل دنیا بر پایه تحلیل هزینه و فایده میرن جلو. میاد نگاه می‌کنه، می‌بینه تمام هزینه‌هایی که دارم میدم، تمام دغدغه هایی که دارم، تمام انرژی که دارم میذارم، تمام این مطالبی که دارم انجام میدم چقدر از مسیره و من چقدر باید بنفیت کسب بکنم که بگم آقا میارزید، میارزید من توی این مسیر قدم بردارم. و مطمئن باش که من تو تمام این مسیر هستم کنارت، چه تو نقطه مبدأ شناسید، چه تو نقطه این مقصد شناسید و چه تو ادامه مسیر هستم کنارت که راه و رسم رتبه شدن رو بخوام بهت آموزش بدم. بیا جلوتر با هم. هر سوالی که بچه ها داشتید میتونید با مسئولین آموزشگاه هماهنگ بکنید. ما یه خط واتسپی داریم که ایشون محبت میکنن، خط واتسپ رو در اختیار شما قرار میدم و سوالاتتون که راجع به همین جلسه بود رو میتونید اصلا از ما بپرسید یا توی جلسه اصلا تشریف بیارید، جلسه فردی و گروهی ما تشریف بیارید و این سوالات رو با همدیگه بررسی کنیم. بچه ها بعد از اینکه اومدیم درخت موفقیت رو شناسایی کردیم، حالا میرسیم به پل موفقیت. پل موفقیت چی میگه؟ نمیخوام خیلی الان دوباره دیتاهای ریزی بخوام نسبت به تک تک این افراد بهت بدم، ولی یه چیزی رو میخوام الان بهت بگم و اونم اینه که خیلی از بچه هایی که اینجا داریم میبینیم مسیر رو گم کردن. افرادی که میخواستن از این پل عبور کنن، یکی مثل این کار ریسکی انجام داده، یکی مثل این دو نفر ترسیده، یکی مثل اینا قهر کرده، ولی یک سری هم مثل این افراد رسیدن به اون نتیجه دلخواهشون که دوباره در جلسات دقیقتر و ریستری که با هم دیگه داریم من بهتون میگم که چه ویژگی باید داشته باشم من کنکوری که بتونم جزء افرادی باشم که بخوام این مسیر رو با سلامت طی کنم. افرادی که رتبه های برتر شدن و افرادی که توی این پل و توی این مسیر مثل این افراد گیر نکردن و خدا رو شکر به اون نتیجه دلخواهشون رسیدن. تمام این افراد تحلیل دارن، تمام این افراد رو میشه تقریبا بررسی کرد که چه عواملی باعث شد که اینها نرسن به اون نتیجهشون، در حالی که تواناییشو شاید داشته باشند، در حالی که اینها هم شاید خیلی از کارها رو انجام داده باشن، ولی توی مسیر موفقیت و توی اون مسیر ذهنی که باید از نظر ذهنی خودشون رو مدیریت میکردن، متاسفانه این اتفاق براشون نیفتاده. دوتا موضوع خیلی باحال شد، فکر میکنم خیلی تو هم حرف داشته باشی راجع به این قضیه، راجع به درخت موفقیت و پل موفقیت، که دوست دارم تو جلسات مختلف بیایم چکشکاری کنیم چرا این کارا دارم انجام میدم.
برای اینکه 6 ماه دیگه اگه بهت گفتم ساعت 6 و 7 صبح بچه ها پاشیم بجنگیم، نیای دوچار پوچگرایی بشی، نیای بگی که خب چرا، نیای بگی واسه یه چی، چرا؟ چون اولش پیچه رو صفر بستی، اولش میدونی واسه چی دویدی و قشر عظیمی از کنکوری ها اوایلش رو شاید خیلی خوب رفته باشن ولی در ادامه و تو وسط های مسیر یادشون رفته که واسه چی اومدن یا اصلا هدف مشخصی نداشتن یا اصلا توی مسیرشون خیلی مستحکم نبودن و و و و و. دلم نمیخواد این اتفاق واسه تو بیفته، دلم میخواد که راهتو محکم و پرقدرت بری برای اینکه بخوای به اون نتیجه برسی. خب بریم قسمت بعدی بچه ها. خب حالا میرسیم به اون قسمت قشنگه بازی. تا اینجا مقدمه بود، تا اینجا من اومدم یه سری مقدماتی رو بهت گفتم که بدونی که اصلا مشاوره تحصیلی به چه دردی میخوره، چرا باید یک کنکوری حتما یک مشاوری رو کنار دست خودش داشته باشه و بتونه توی اون مسیر بهش کمک بکنه به عنوان یک فردی که این راه رو رفته، به سلامت هم رفته، با نتیجه خوب هم رفته و افراد مختلفی هم توی این مسیر با خودش برده و به اون سرمنزل مقصود رسونده. حالا میتونه اون آدم بیاد به منم کمک کنه، منم توی این مسیر راهنمایی بکنه، به منم بگه چی کار کنم که بتونم به بهینه خودم برسم. بهینه خودم یعنی ماکسیموم اون تابع خودم. شاید ماکسیموم تابع من با ماکسیموم تابع یکی دیگه فرق داشته باشه ولی حداقلش میتونم اینو بگم که به ماکس خودم رسیدم و خدا رو شکر دقیقا هدف ما هم تو کنکور همینه. ما مشاوره تحصیلیمون بچه ها بر مبنای تیپ شخصیتیه، یعنی این که تیپ شخصیتی تو چی باشه خیلی تأثیر داره در این که روند مشاوره ای من به صورت فردی برای تو چه مدلی باشه. ما 16 مدل تیپ شخصیتی داریم که باز اینم توی جلسات داخلی خودمون و جلسات گروهیمون حتما تمام تیپ های شخصیتی رو با همدیگه بررسیشون میکنیم، آنالیزشون میکنیم و به همدیگه میگیم که با هر کدوم از تیپ های شخصیتی چطور باید رفتار کنیم، اصلا این تیپ های شخصیتی دنیا رو چطور میبینن، نوع تفاوتشون چجوریه. یه آدم جی تایپ منظم مرتب و خیلی از کارها رو بدون اینکه شما هم بگی انجام میده، یه آدم پی تایپ یکم شلخته است، یکم زوردرمانی بیشتری نیاز داره، یکی یه آدمیه که خیلی از تغییر خوشش نمیاد، ثبات رو دوست داره، یکی آدم خلاقیه که همش دوست داره تنوع داشته باشه. یه سری از بچه‌ها هر فکتی میاری براشون باید منطقی باشه، یه سری دیگه نه، بیشتر بچه های احساسی هن و بیشتر مدلشون جویه. اینها خیلی فرق داره. یه آدم درونگراست، حرفش رو به من مشاور خیلی هم شاید نمیگه، ولی یه آدم دیگه هستش که آدم برونگراییه، آدمیه که خیلی میخواد حرف بزنه، خیلی میخواد انرژیش رو به بیرون منتقل بکنه و باید دوتا گوش خیلی قدرتمندی داشته باشی برای اینکه حرفهای این بچه ها رو بشنوی، دغدغه های ذهنیشون رو کم کنی و بر مبنای تیپ شخصیتیشون بخوای بهشون مشاوره بدی. و این تیپ های شخصیتی دقیقا اینجاست که تفاوت مشاوره رو مشخص میکنه، نشون میده به ما که من اگر قراره که مشاوره خوب باشم، قراره که یک نفری رو بتونم راهنمایی کنم، اولین مرحلهش اینه که من این آدم رو بشناسم. نشناخته نمیتونم به همه یه نسخه بدم، نمیتونم یه دونه ویزیت بدم به یه نسخه به همه بدم بگم آقا این نسخه رو همتون اجرا کنید. این کار غلطیه، کما اینکه خیلی وقتا شاید مجبور بشن خیلی از افراد این کار رو انجام بدن در این حال که من اصلا این روش رو نمیپسندم و احساس میکنم اگر قراره که به یک نفر کمک بکنی باید اولین مرحله هم تو ایشون رو بشناسی، هم شاید یه چیز جالبتر بهتون بگم بچه ها، باید تیپ شخصیتی اون فردی که تو خونه با ایشون در ارتباطه و بیشترین تأثیر روی ایشون داره اونم بشناسی که دوچار تعارض نشن این دو نفر، یه مادر جی تایپ یه بچه پی تایپ چی میشه؟ یه مادری که به شدت منظم مرتبه، یه بچه‌ای که به شدت شلخته است و غالبا این دوچار تعارضن. اینها اگر شناسایی بشه و ما اینها رو به طور کامل بشناسیم خیلی از دغدغه هامون توی کنکور کم میشه، چرا که اون مسیر مخصوص به خود اون فرد بهش داده میشه. یه سری از تیپا ذاتن کمالگراهن، طرف کمالگراه، صبح برنامه‌ریزی میکنه از 7 صبح پاشه درس بخونه، آقا 7ش به هر دلیلی میشه 8:30، تمام اون روزش تموم شد،
یکی از یه سری از تیپای دیگه این مدلی نیستن، مدیریت بحرانشون دچار مشکله، کارا رو انجام میده، کوچیکترین بحران منجر به استرس بیش از حد واسه این آدم میشه و از اونجا به بعد دیگه نمیتونه. یه سری تیپای دیگه کلن تو رؤیا سپری میکنن، کلن تخیلی هن، آدمایی هن که با تلاش کم احساس میکنن که میتونن به رؤیاهای بسیار بزرگ برسن. یه سری تیپای دیگه هستن که اینا آدمایی هن که برنامه ریزای فوق‌العاده ای هن ولی ضمانت اجرایی ندارن. یه سری های دیگه هستن 24 ساعت بهش برنامه بدی، یه ساعت هم خودش میره یه جا قرض میگیره 25 ساعت رو میخونه. یعنی میخوام اینو بهت بگم که تیپای شخصیتی با همدیگه متفاوتن و اولین چیزی که توی کنکوری نیاز داری اینه که تیپ شخصیتی در بیاد و اولین چیزی که من مشاور نیاز دارم برای اینکه کارم حرفه‌ای تر باشه، شخصی سازی شده تر باشه، دقیق تر باشه، ریزتر باشه، حرفه‌ای تر باشه، برای اینکه تو رو باید بشناسم و بر مبنای مدل خودت باهات رفتار بکنم. حالا آقا یعنی شما با یه تیپ شخصیتی منو میشناسی؟ نه، انقدرم خیلی دقیق نمیشه آدم ها رو شناخت، ولی وقتی میای پیشم، وقتی تایپ شخصیتی تو میشنوم، دیگه نمیدونم مهران و حسین و سارا و سحر و همه این بچه هایی که تو سالیان اخیر شاگردان بودن، وقتی هم تایپ تو بودن، اونا میان جلوی چشم، اونا میان جلوی چشم و رفتارهای اشتباهشو با تو آنالیز میکنم، میگم تو هم اینا رو داری یا رفتارهای قدرتمندانش که منجر به موفقیت شده رو با تو آنالیز میکنم. و دیگه اینجوری رک بخوام بهت بگم آزمون و خطا ما نداریم، دیگه اینجوری نمیایم یه کار رو انجام بدیم 6 ماه دیگه برگردم بگیم تو تیپ شخصیتیت پس این بود، چرا به من نگفته بودی؟ 6 ماه دیگه نداریم، ما همون اول باید تیپ شخصیتیمون در بیاد، ما همون اول باید مشخص کنیم که مدلمون چجوریه. گرفتی داستانو؟ پس فکر میکنم الان دوباره یه بررسی کامل بکنم رو از اول جلسه تا الان. ما اومدیم مبدأمون رو شناختیم، مقصدمون هم با درخت موفقیت اومدیم بر خودمون مشخص کردیم، مصمم و قاطع اومدیم تو مسیر، قاطعانه میخوایم حرکت بکنیم. ما نیومدیم ببازیم حقیقتا. من از این که یه بازی رو بخوام شروع بکنم و کاهلانه به میدون بیام خیلی خوشم نمیاد و دوست دارم یا به میدون نیام یا با تمام وجودم بیام. چه من مشاور حق کمکاری ندارم آقا جان، حق کمکاری هیچکی نداره، نه من، نه تو، نه اعضای تیممون که شامل دبیرانمون میخوام بشن، خانوادهمون میخواد بشه و هر کسی که توی این تیم محکم و پرقدرت اون حلقه رو تشکیل دادیم با هم دیگه، نمیذاریم این تیم گل بخوره و چه بسا حمله میکنیم و گلمون هم میزنیم و بازی رو هم میبریم. پس این کارها نمیتونه فقط با حرف باشه، باید خیلی ریز و عملیاتی بشه، عملیاتی بشه 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 تا نتیجه بشه. حله؟ پس مقصد رو مشخص کردیم، پل موفقیت هم اومدیم توش گفتیم که چه کارهایی رو نباید انجام بدیم و در موردش صحبت کردیم. آدمایی که ریسک میکنن تو سال کنکور، آدمایی که تعلل میکنن، آدمایی که سینوسی عمل میکنن، اونا کسایی هستند که به اون نتیجه دلخواه نمیرسن. و تیپ شخصیتی تو که میتونی بری تو خیلی از سایت ها هم آزمون بدی و یه اطلاعات خیلی جزئی رو بهت میده، ولی در این حال که این اطلاعات خیلی تخصصی تر و خیلی دقیق تره که با عنصری به اسم تجربه قاطی شده و نتیجه فوق العاده ای رو به ما میده. خب بچه ها بریم جلوتر. آها آقا، من کنکوری برای رسیدن به نتیجه. دیگه تا الان حرفای ابتدایی و مقدماتی من تموم شد، حالا از اینجا به بعد خود مشاوره کنکوره. از اینجا به بعد دیگه گوش بده، یادداشت کن و توی زندگیت قرار بده این مسائل رو و از اینجا به بعد کل زندگی و کل درس خوندن تو روی این اصول قرار بده، چرا که این اصول چکشکاری شده، روی هزاران نفر امتحان شده و جواب داده شده. رفقا، اولین چیزی که نیاز دارم من کنکوری برای اینکه بخوام به نتیجه بگیرم هارد ورکه. بچه‌ها بدون هارد ورک اصلا نتیجه امکان پذیر نیست، بدون سخت کوشی اصلا دنبال نتیجه کنکور نگرد. اگر نتیجه تاپ میخوای، اگه نتیجه متوسط میخوای چرا، شدنیه، ولی اگر نتیجه تاپ میخوای، نتیجه خوب میخوای، هارد ورک رو توی دستور برنامه‌ت بذار. میدونم، بازم اینم میدونم که بعد از کرونا اتفاقی که افتاده یه کمی لایف استایل ها سمت کلاس‌های آنلاین رفته، بچه‌ها خیلی متدشون متد سخت کوشانه شاید نبوده، که اونم با تمرین ها و راهکارهایی که داره سریعا میتونیم برسیم به این لول، میتونیم از این به بعد مسیر هارد ورک رو بر خودمون درست بکنیم، میتونیم استراحت هامون رو کوتاه و لقمه‌ای بکنیم، در این حال
حال خوب کن باشه این استراحت ها. میتونیم همه این کارا رو انجام بدیم که بتونیم مدل درسیمون رو مدل هارد ورک قرار بدیم واسه درس خوندن. و در این حال آقا فقط هارد ورک نه عزیز من، یه پرنده برای اینکه پرواز کنه دو تا بال میخواد، یکی هارد ورک، یکی هم اسمارت ورک، یعنی اینکه هوشمندانه باید عمل بکنه. سه نفر اینها هم دارن یه کار انجام میدن، این داره میکشه، این داره هول میده، این انداخته روی ریلی که به راحتی داره کار رو انجام میده. پس اسمارت ورک هایی که توی این مسیر نیاز داری دقیقا اون عواملی هن که شامل تمرکز بالای تو میشن، نوع مطالعه تو میشن، نوع جنبندی تو میشن، مدل تست زدن تو میشن، مدل مرور تو میشن که از ذهنت نپره، و عرض کنم خدمت شما مدل آزمون دادن تو میشن، مدل تحلیل آزمون کردن تو میشن. چقدر قضیه حرفه‌ای‌تر شد. پس تو اسمارت ورک میتونی خیلی از کارها رو انجام بدی که اگه تو رفیقت دارید اندازه همدیگه هم درس میخونید، برای تو درس خوندنت بازدهی بالاتری داشته باشه، تو درس خوندنت خیلی حرفه‌ای‌تر باشه، خیلی قدرتمندانه تر باشه، و تو باشی که با ساعت مطالعاتی اندازه رفیقت بتونی نتیجه فوق‌العاده تر از ایشون رو بگیری. پس اولین چیز بچه ها این دوتا عامل هم بهش اضافه میکنم که من تو جلسات بعدی میگم. یک، آقا ناامید نشو. خیلی از رتبه های برتری که من توی این چند سال دیدم شاید وسط مسیر اوضاع بر وفق مرادشون نبوده، ولی حتما یه سری از جلسات یا از طریق لایو یا اصلا دعوتشون میکنم بیان توی استودیو و بهتون بگن که تا آخر ادامه دادنه چقدر کارو براشون راحت کرد و چقدر نتیجه فوق‌العاده‌ای رو گرفتن. که آخر اسلایدام با من همراه باش، حرف‌های این بچه‌ها رو با هم دیگه بررسی می‌کنیم. من یه دو سه تایشون رو تونستم این لحظه آخری اسکرین بگیرم با خودم بیارم که تو هم ببینی که همیشه اوضاع قرار نبوده بر وفق مراد باشه، ولی مسیری که شروع کردن در نهایت به اون نتیجه دلخواه اینا رو رسونده. پس چهارمین موضوع، ازت می‌خوام به شدت آنالیزور خوبی باشی. آنالیزور فوق‌العاده‌ای باید باشی، باید آنالیزور حرفه‌ای باشی. یعنی یک، هارد ورک داشته باشم توی مسیر، سخت کوشانه تلاش کنم، بدوم، تو میدوی، منم میدوم، خانواده هم میدوه، معلم هم میدوند، چه تیمی بشه این تیم. موضوع دوم، اسمارت ورک. آقا من نیومدم یه کار این مدلی انجام بدم، نیومدم یه کار این مدلی انجام. اومدم یه کار حرفه‌ای انجام بدم، دارم تلاش میکنم، تو بگو چطوری به نتیجه بهتر برسم. باشه، اون با من خیالت راحت باشه. تمام اون راهکارهایی که یک رتبه برتر باید انجام بده رو بهت میگم که تو هم انجام بدی. موضوع سوم، تو مسیر ناامید نشو. مسائل ذهنی، مسائلی که توی ذهن ما هست، خیلی وقتا شاید باعث میشه که من نتیجه رو بتونم تصاحب بکنم و بتونم اون راه رو ادامه بدم. شاید رفیق من وسط راه ببره، خسته شه و ادامه نده، در این حال که شاید تو اون نقطه‌ای که ایشون ول کرد ایشون جایگاه بهتری از من داشته، ولی من ادامه دادم، اون ادامه نداده و نتیجه من خیلی بهتر شده. و در نتیجه قسمت چهارم، آنالیزور حرفه‌ای باش. هر چی شد نگو نمیدونم. دانش آموزی که بگه نمیدونم یعنی افسار بازی از دستش در رفته، یعنی حوصله بررسی خودش رو نداشته، یعنی ریز خودش رو آنالیز نکرده، و این متاسفانه دقیقاً اون موضوعیه که منجر به شکست ایشون میشه. بریم قسمت بعدی بچه ها، بریم قسمت بعدی رو با هم دیگه بررسی کنیم. آها، تو این عکس چی میبینید؟ میخوام یه موضوع رو بهت بگم راجع به درس خوندن و اشتباه رایج خیلی از بچه های کنکوری، خیلی از کسایی که عملا درس رو میخونن، انرژی رو میذارن ولی نتیجه نمیگیرن. اینجا امروز میخوام به تویی که داری این ویدیو رو مشاهده میکنی، به تویی که وقت شریفت رو گذاشتی و داری این ویدیو رو میبینی، یه سری نکاتی رو یاد بدم که اشتباه رایج بالای 80-90 درصد کنکوری ها رو تو انجام ندی. خیلی از کنکوری ها بعد از اینکه توی کنکورشون حالا نتیجه نمیگیرن، خیلی وقتا میان پیش من و میگن که آقا فلان سال کنکور دادم یا اصلا این پارسال کنکور دادم نتیجه نگرفتم. بچه ها میام آنالیزشون میکنم، میام وضعیتشون رو بررسی میکنم، به خیلی از نتایج میرسم که امروز میخوام خلاصه اینها رو بهت بگم و تو خلاصه اینها رو ببینی. پس این فردی که داره میبینیم سه تا ظرف رو داره پر میکنه، ظرف A، ظرف B و ظرف C. آقا این A و B و C دقیقا چیه؟ من میگی، میگم بله این ظرف A همه، یعنی این کسی که اینجا این ظرف A رو پر کرده. این ظرف B مه،
و اینم ظرف C که حالا میخوام این بالا بکشم A B و C. خب آقا این ظرفا چیه؟ بچه ها من کنکوری باید خیلی حواس جمع باشم. ظرف A من ظرف آموزشه، یعنی قسمت اولیه‌ای که من یاد میگیرم مربوط به ظرف A هم میشه. کلاس میرم، معلم به من یه نکته‌ای رو یاد میده و یه موضوعی رو با من کار میکنه. ظرف A هم رو پر کردم، من یادگیریمو انجام دادم، تسلط اولیه‌مو نسبت به اون قضیه انجام دادم. حالا ظرف A چطور ایجاد میشه؟ یا با کلاس رفتن، یا با ویدیو دیدن، یا با کلاس، یا با سلف استادی کردن جزوه هایی که وجود داره. آقا شرط A شرط لازمه؟ بله شرط لازمه. کافی هم هست؟ ابدا کافی نیست، چون باید در کنارش یه سری کارهای دیگه هم انجام بشه. یعنی چی؟ یعنی منی که ظرف A هم پر شده، آموزشم کامل شده، حالا پتانسیل اینو دارم که وارد ظرف B شم. چون در نهایت این فرد اگر میخواد وارد دانشگاه تهران شه، باید هر سه تا ظرف رو تحویل بده. سه تاش پر نباشه اونو راش نمیدن به اینجا، میگن آقا برو اونور، برو اونور دانشگاه دیگه. حالا ظرف B ظرفیه که برای تسلطه. آقا این تسلطه چطور ایجاد میشه؟ بچه‌ها با تست. قابل توجه اونایی که تست نمیزنن، فقط گیر دادن دارن ویدیو میبینن، فقط گیر دادن دارن جزوه معلم رو هزاران بار میخونن، در این حال که حالا وارد تست نمیشن. اینها کسایی هستند که وقتی میرن سر جلسه کنکور، سوالا براشون آشناست ولی نمیتونن بزنن سوالات رو، چون تسلط عمیق ندارن. در حدی که حالا توی جزوه بوده میبینن، یادشونه که معلم اینا رو کار کرده، معلم اینها رو به اون مطلب رو کامل بهشون یاد داده، ولی اینها نرفتن تمرین کنن، نرفتن مثالای متنوع از اون موضوع حل کنن، نرفتن آزمون‌های متعددی بزنن. و متاسفانه سر جلسه کنکور با اینکه سوالا براشون آشناست، کسایی که ظرف A فقط پر کردن نمیتونن بزنن. کسایی که آموزش درستی رو از معلم گرفتن میان تو ظرف B، تست و تسلطشون رو ایجاد میکنن. آقا یه سوال جان، اگه از 30 تا سوال اولیه برم فقط بتونم 5 6 تا بزنم، فدا سرت، بزن، فقط بزن و تو پیچ اول مسیر خودتو اوت نکن از مسیر. چرا که اگه تو پیچ اول مسیر خودت رو اوت بکنی، دیگه نمیتونی وارد مسیرهای بعدی بشی. تو باید تستو بزنی، فدا سرت، غلط بزن، برو تحلیل کن، آنالیز کن، بپرس. چرا؟ چون تو ظرف A‌ت رو پر کردی. هر چی بیشتر ظرف A‌ت رو که پر کردی و بخوای دوباره انجام بدی، لبریز میشه، میریزه زمین دیگه. این کوزه به نوعی پر شده و باید وارد ظرف B شی، باید بری تست بزنی، باید با دنیایی از تستا وارد شی. حالا فهمیدی چرا خیلی از کنکوری‌ها قبول نمیشن؟ چون ظرف B هیچ وقت پر نمیکنن، چون حاشیه امنشون اجازه نمیده اینا وارد ظرف B شن، چون اون یکی کار راحت تر میبینن. در این حال اینا کسایی هستن که جزوه خوندن و ویدیو دیدن رو راحت تر میبینن، نمیخوان وارد تست شن و متاسفانه اینها امضای شکست خودشون رو دارن میزنن. اما کسایی که ظرف B رو پر میکنن، اینا کسایی هستن که آها، تازه رو اینا میشه حساب کرد. یه سوال، اگه ظرف A و B رو پر کنم نتیجه تاپ میگیرم تو کنکور؟ نه عزیز من، هنوز ظرف C ما مونده. آقا ظرف C چیه؟ به من توضیح بده. بچه ها ظرف C تمام اون دلایل و روش هایی هستن که به سواد من ربطی نداره. منظورت چیه؟ منظورم اینه که کسی که A و B رو پر کرده آدم بسیار باسوادیه، آدمیه که قویه، شاید خیلی وقتا بتونه اصلا خیلی از سوالا هم جواب بده، ولی نه تو زمان. اه پس زمان جزء ظرف C شد؟ بله زمان جزء ظرف C. آقا سوتی اشکالات و ایرادات ریز داره؟ اه پس سوتی دادن جزء ظرف C ماه. پس ظرف C منو دقیق برام بنویس ببینم چی هست. من الان خیلی برام کنجکاو شدم. هر چیزی که به سواد ربطی نداشته باشه. به سواد ربطی ندارد یعنی چی؟ یعنی مدیریت بحران. یعنی آقا من سواد دارم ولی مدیریت بحران نداشتم، نمیتونم رو برگه بریزم. که اینجا من میام معمولا تو آزمون هایی که از شاگردای خودم میگیرم، ازشون تکنیک دو خودکار رو میخوام، که یک بار با خودکار آبی تو زمان آزمون رو بزنه ببینیم درصدش چقدره، و یک بار دیگه بره با خودکار قرمز خارج از زمان اون آزمون رو بزنه. یعنی چی؟ یعنی اینکه من بفهمم که اگر زمان رو از ایشون بگیرم، یعنی زمان فری تایم به ایشون بدم، چقدر درصدش میاد بالاتر، یعنی چقدر سواد داره که یک سری محدودیت هایی مثل زمان
مثل اون بحران، بحرانی که وجود داره، مثل مدیریت در انرژی. آقا انرژی اون فرد، خیلی از بچه ها بودن تو کنکور، بچه ها سواد خوبی تو شیمی داشتن ولی انرژیش رو چون نمیتونست کنترل بکنه، از فیزیک که میومد توی شیمی انقدر خسته میشد که ضربای ساده هم نمیتونست انجام بده. حالا اگر بچه های فارغ التحصیل باشن حتما این قسمت از ویدیو سهه میذارن رو حرفای من، یا بچه هایی باشن که دهم یازدهم آزمون داده باشن این رو کامل متوجه شدن. مثل مدیریت در هیجانم، کسایی که نه با یه برد ذوق مرگ میشن، نه با یه باخت دق مرگ میشن، ادامه میدن، آزمون های آزمایشی متعددی میزنن، سوالات کنکور های چند سال قبل رو ریز آنالیز میکنن، چرا که خیلی از سوالات کنکور بچه ها ریشه در سوالات سالهای قبل داره و کسی میتونه اینجا نتیجه بگیره که سالیان قبل و خط فکری طراح رو ریز آنالیز کرده باشه. و همه این موارد میشه ظرف سی. یعنی ظرف سی کسیه که، مثال رانندگی بخوام برات بزنم، راننده است ولی باید 20-30 بار بره جاده چالوس رانندگی کنه که یه ذره پخته تر شه. مثل یه تیمیه که همه بازیکناش خوبن ولی باید یه 20-30 تا با تیمای برتر دنیا بازی تدارکاتی بندازه که نقاط قوت خودش، ضعف حریفش، قوت حریفش، ضعف خودش، همه رو بررسی کنه و دیگه سر جلسه استرس نداشته باشه. اولین بار اشتباهاتش رو سر جلسه پیدا نکنه، اشتباهاتش تو بازی‌های تدارکاتیش پیدا شه. حالا گرفتی چی شد؟ یعنی من سه تا ظرفی که باید پر بکنم رو حواسم هست که دانش آموزم نره اشتباهی ظرف A شو تا آخر سال پر کنه، بعد یه اهمال کار هوشمند بشه. یعنی چی؟ یعنی فکر کنه کارو داره انجام میده، بگه امروزم درسمو خوندم. آره عزیز من خوندی ولی اشتباه خوندی، اسمارت نبود. اگه میخوای اسمارت بخونی حرف منو گوش بده، من بهت میگم چجوری بخونی. آموزش رو خوندی، میریم رو تست، میریم رو تسلط. آقا نمیتونم تست بزنم، برگردم از اول ظرف A. نه دیگه، برنگرد دیگه، داری کارو خراب میکنی، برنگرد، بیا همون ظرف B رو ادامه بده. کما اینکه آموزشگاه کلاسای رفع اشکالی که براتون گذاشته بچه‌ها فوق العاده است. تو نمیدونی رفع اشکال چه نعمتیه، چه کمکی میتونه به تو بکنه. میری باگو در میاری، میری میفهمی کجای این سوال رو من نمیتونم بزنم، نه اینکه بخوای صورت مساله رو پاک کنی برگردی دوباره روز اول. و اینجا هم آزمونای شبیه ساز که به شدت به من کمک میکنه. من خودم اواخر سال تقریبا از اوایل اردیبهشت یه چیزی هول و هوش 10 الی 14 تا آزمون شبیه ساز کنکور میگیرم، عین شرایط کنکور، مو نمیزنه، تایمش، زمانش، انرژیش، همه چی عین کنکور، که این سوال آزمونای شبیه ساز کنکور بتونه یه محکی باشه برای ما و اشتباهاتمون رو در بیاریم و استراتژیای آزمونیمون رو بتونیم بررسی کنیم. آقا استراتژی آزمون من تدافعی باشه یا تهاجمی باشه؟ سوالا رو سلکت کنم یا از اول همینجوری سوالا رو بزنم؟ از کدوم درس شروع کنم؟ و و و و و همه اینها که اینجا پیدا میشه. بس الان این یه شکل و شمایل کلی از کنکور شماست که من تو کنکور باید چیکار کنم. حالا این قضیه یه ویدیویی هم هست، انیمیشنیه، خیلی کامل و باحال، من سه تا ظرف رو اومدم داخلش توضیح دادم که اونم حتما تو جلسات بهت نشون میدم. پس فهمیدی حالا خیلی از بچه ها چرا نتیجه نمیگیرن؟ من یه توضیح بهت بدم بچه ها. چند روز قبل، تقریبا یک ماه و نیم قبل اینجوری بگم بهتر، دانش آموزی به من رجوع کرد که رتبه کنکورش 5300 بود، از بچه های خوبم بود، قوی هم بود، خوبم درس خونده بود. مادرش اومد گفت آقای رنجبر من فقط میخوام بدونم این بچه چرا نتیجه نگرفته، اصلا برام سواله چه کاری انجام نداده بود، این بچه دقیقا چی کار نکرده بود که نتیجه نگرفت. کلی سوال پرسیدم، از این در پرسیدم، از این رو پرسیدم، از اون ور پرسیدم، هزار تا پرسیدم، از دبیرانش، از معلماش، از درس خوندنش، از تست دادنش و و و و. نتیجه رو همون جلسه گرفتم. از مادرش خواستم که ایشون پس فردا توی هر فصلی که خودش سلکت میکنه، خودش انتخاب میکنه، بیاد پیش من آزمون تعیین سطح بده. سوالای آزمون تعیین سطحش بچه ها به نظرتون چی بود؟ تماما سوالای کنکور چند سال اخیر رو ازش گرفتم. گفتم ببینم این فرد آیا سوالای کنکور چند سال اخیر رو ریز آنالیز کرده بود؟ آیا وقتی که استادش بهش درس داده بود رفته بود چند بار خودش رو در شرایط آزمون قرار بده؟ وقتی اومد آزمون داد درصدای کنکور چند سال قبلش بین 50 تا 60 بود. به مادرش گفتم رتبه ایشون تو کنکور خیلی هم خوب شده. گفت چرا؟
گفتم برای اینکه اگر حتی سوالاتو تکراری هم میدادن رتبه نمی آورد. یعنی سوالای تکراری چند سال قبل رو عیناً برمی داشتن بدون تغییر عدد میدادن، رتبه ای که تو مد نظرته رو نمی آورد. چرا؟ چون این آدم اومده بود خونده بود خونده بود خونده بود خونده بود خونده بود، نرفته بود خط فکری طراحا و به نوعی ظرف سیش رو پر کنه و به اندازه پر کردن ظرف ای و بیش نتیجه گرفته بود. کما اینکه حالا امسال داره دقیقاً این کارها رو انجام میده که بتونه اونم به اون نتیجه دلخواهش برسه. فکر میکنم دیگه کامل تونستیم این مسئله رو با هم دیگه جمع و جور بکنیم. حتما دوباره تو جلسات بعدی ریستر هم میشیم. آقا یه سوال دیگه، موضوع دیگه ای که دوباره خیلی از کنکوری ها متاسفانه دارن ازش ضربه میخورن و نمیذاره که نتیجه بگیرم، اون فکر دانش آموز منه که این فکرها معمولا توی ذهنشون میاد که الان خیلی ها از من بهترن، اگه امسال قبول نشم چی؟ اگه درسا جمع نشه چی؟ و خیلی از این موضوعاتی که من اینا رو به چشم یک استکاک میبینم، به چشم یک دستاندازی میبینم که نمیذاره من به نتیجه برسم، در این حال که هیچ کمکی هم به من نمیکنه. از نظر ذهنی بچه یوسترس خیلی چیز خوبیه، استرس مثبته. آدمی که خیلی سر و ته باکساش رو بسته باشه، منظم مرتب کار انجام داده باشه، بدون میخواد چی کار کنه، هدف گذاری واسه هر باکسش انجام داده باشه و صبح زود به دلیل کارهای خیلی زیادی که در طول اون روز بر خودش در نظر گرفته سریع خواب بیدار شه، نخوابه تا ساعتهای مثلا حالا 9 و 10 و اینها، اتفاقی که اینجا میفته اون خیلی خوبه، اما چیزی که داریم توی تصویر میبینیم هیچ کمکی به من نمیکنه و اینها معمولا کسایی هن که یک حوصله بررسی ندارن، ذهنشون فقط میدونه که اوضاع بده. من امسال کمکت میکنم که ریز آنالیز بکنی، ریز دیتیل. دیدید یه وقتایی آدم مثلا یه قسمتی از بدنش درد میگیره، حوصله دکتر رفتن آزمایش هم نداره، سری تو ذهنش میگه نکنه یه اوضاع خیلی خدای نکرده بد باشه، نکنه برم اینو بگه، هزار تا هم فکر بکنی هیچ تأثیری نداره، ولی در این حال اگر آنالیزور خوبی باشی سریعا پیش یه متخصص بری خیلی میتونه بهت کمک بکنه. و معمولا این افراد در این حال که حوصله ندارن غالبا آدمایی هستن که وسواس مطالعاتی و وسواس فکری مختلفی که دارن شاید باعث میشه که نتونن بازدهی بالایی هم داشته باشن، فکر میکنه این فکرایی که به دردش میخورن، ولی در این حال نه تنها کمک نمیکنن، کما اینکه توی کاریکاتور هم میبینید دیگه، انگار یه به نوعی دستکش بوکس داره هر روز به ایشون ضربه میزنه و نمیذاره صد خودش رو بذاره روی بازی و نتیجه بگیره. کما اینکه این هم موضوعاتیه که در سال، در طول سال باید با دانش آموز کار کنی. اگه دانش آموزت منطقیه، با دریچه های منطقی که براش میچینی بهش بگی آقا اوضاع تو اگر این حالت اتفاق بیفته فوق العاده میشه، و کما اینکه تو الان خیلی هم خوبی ولی خودت نمیدونی. من دانش آموز پارسالم رتبه دو رقمی کنکورم آورد، من پیاماشو حتما بهتون نشون میدم بچه‌ها. در شاید دو سه هفته مونده به کنکور میگفت خیلی هم من بهترن، اگه نشه چی، اگه بشه چی. این صحبت ها زیاده که من همیشه سعی میکردم با منطق، با گفتارهای به نوعی منطقی درست ایشون رو هدایت بکنم و ایشون هم همیشه انصافا گوش میداد و خدا رو شکر نتیجه دو رقمی رشته تجربی هم پارسال تونست بگیره. و بریم موضوع بعدی رو با هم دیگه بررسی کنیم. این هم یه آدمیه که اومده توی مسیر کنکور و داره انصافا تلاش هم میکنه، ولی انقدر ذهنش پره و انقدر مغز شلوغی داره که مثل یه اختاپوسی میمونه که اینو کلن گرفته و نمیذاره که اون حرفه‌ای‌گری و اون رفتار حرفه‌ایشو بخواد توی کنکور داشته باشه. و متاسفانه اگه دقت کرده باشید نگاه کن، دائما ذهن رفته سمت هزار جای مختلف، در حالی که کنکور هم مثل خیلی از مباحث دیگه یه چیزی میخواد که تو آلین کرده باشی روی این موضوع، تمام حواس پرتی ها و حواشی رو از ذهن دور کرده باشی که بتونی نتیجه بگیری. امسال راجع به مدل استراحت کردنمون، راجع به تایمای استراحتمون کلی صحبت قراره با هم دیگه بکنیم و عرض کنم خدمت شما که این که تو تایم استراحتمون گوشیمون چه وضعیتی باشه، اصلا فضای مجازیمون چطور مدیریت بشه، فضای مجازیمون آیا میتونه درست مدیریت بشه، اشتباه مدیریت داره میشه، استفاده از واتساپمون، تلگراممون، عرض کنم خدمت شما که یوتیوبمون،
توییترمون، اینستاگراممون چیا چجوری باید باشه رو همه رو بهتون میگم. تایم استراحت ایشون داره استراحت مطلق میکنه، زمان رو داریم در نظر میگیریم، حواسمون هست سر و ته باکس ها بسته شده و و و که اینجوری میشه اون نتیجه دلخواهرم گرفت که ایشالله راجع به این هم ریستر با هم دیگه توی سری بحث های اسمارت ورکمون صحبت میکنیم. آقا استراحتمون سال کنکور چه مدلی باشه؟ بچه ها استراحتمون سال کنکور باید لقمه ای باشه، کم حجم ولی حال خوب کن. اون چیزی که حالتو خوب میکنه رو باید شناسایی کرده باشی. انقدر توی این جریانش بخوایم حرکت بکنیم و دقیقا بیایم تلاش 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 تلاش، یه استراحت کوتاه ولی حال خوب کن و با کیفیت، حالا میتونه اون بیرون به نوعی کافه رفتنمون باشه یا یه فیلم دیدنمون باشه، یه جوری که دقیقا اون رو مثال یک جایزه برای خودمون در نظر بگیریم. اگه کارو کامل انجام دادم میرم سراغ اون، در این حال تو حالت عادی نمیرم سراغش، و اگر کارم رو انجام ندادم به عنوان یک جریمه سراغ اون دوباره نمیرم. گرفتی؟ خیلی حرفه‌ای تر میتونی به قضیه نگاه کنی، درسته؟ بیا با من. به دلیل کمبود وقت و اینکه من یک جلسه میخواستم در خدمتتون باشم، تمام این مباحث رو یکم سریعتر دارم رد میشم، ولی در این حال این مباحث و خیلی از مباحث دیگه در طول سال تو سلسله کارگاه های متوالی میتونه براتون راهگشا باشه و مسیر رو بهتون به طور کامل بچه ها نشون بده. شخصی که داریم میبینیم گوارش، تابه، گرما، همه دارن مغزش میاد بیرون. آقا چیکار کرده این آدم؟ اسمارت عمل نکرده عزیز من. اگر اسمارت عمل میکردی این همه مطلبی که داری میخونی اینجوری از ذهنت نمیپرید بیرون. من مطلب رو بار اول که میخونم اینقدر زمان میگیره، بار دوم باید چیکار کنم؟ سوالاتم رو بیام خوراکسازی کنم، هایلایت کنم، سوالات خوب، سوالات قشنگ، کدو از کجا، کتاب کمک درسی، آزمونهایی که من ازت میگیرم، عرض کنم خدمت شما آزمون‌های آزمایشی مختلفی که شرکت می‌کنیم، سوالات آزمون‌های آزمایشی سالیان گذشته‌ای که می‌زنیم، تستا باید خوراکسازی شه. و این تستایی که خوراکسازی میشه رو من توی برنامه مطالعاتیم یه باکسی رو در نظر می‌گیرم به اسم واجب‌تر از نون شب. این توی این باکس واجب دقیقاً کاری که انجام می‌دیم، می‌آییم سلسله بحث‌هایی که توی سری‌های قبلی خوندیم. مثلا الان تابر خوندم، معلمم رفته روی مثلثات. حالا کاری که می‌خوایم انجام بدیم چیه؟ من این تابه رو ولش نمی کنم، چون ولش کنم این اتفاق دقیقا میفته. ببین روز اول که معلم درس داد این شد تابه، تابه خوندن، تابه زدن تستای تابه، تابه به اون تسلط بالا رسید، حتی تابه توی ذهن منم تیپ بندی شد، دمت گرم، چقدر قد تابه اومد بالا. ولی اشتباه رایج خیلی از بچه ها اینه که بعد یه مدتی مثلثات 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 داره میاد بالا، نگاه کن تیپ بندیش داره کامل انجام میشه، تستای مختلفش داره زده میشه و آقا تابه کو، تابه اومده پایین. پس کاری که من مشاور باید انجام بدم اینه که نذارم تابه بیاد پایین، و باید به نوعی با این کاری که اینجا میخوام بهت نشون بدم، تنور یک موضوع رو برای همیشه گرم نگه دارم. تنور تابه باید همیشه گرم باشه، چون اگه سرد بشه بعدن تو جنبندی دوباره باید بدم ظرف ای پر کنم براش. توی جنبندی ظرف ای پر کردن بزرگترین اشتباهیه که یک شخصی انجام میده و دوباره میره از اول اول اول، در حالی که نباید از اول بری. من وقتی بهت میگم زیستت باید تا آخر سال بالای 20-25 بار مرور شه، همین مدلیه که الان بهت گفتم. خیلی هم که مشاورشون امسال با ما نخواهد بود، این جلسه رو نقطه عطفی توی درس خوندن خودشون بدونن. من توی این جلسه راه و رمزایی رو بهت گفتم، راهکاری رو بهت گفتم که بتونه راهگشا باشه برات. با هر روی کردی که میری، خواهشی که ازت دارم رفیق من، به این موضوعاتی که بهت گفتم امروز خیلی توجه کن و نذار تنور یک موضوع، نگاه کن تنوره اگه بخواد سرد بشه کارش تمومه، در حالی که طبق منحنی فراموشی بینکاوز میگه که آقا یه مطلبی رو یه مدت نمیخونی به طور کامل از ذهن در میره. من مشاور باید هنرم این باشه که نذارم مطلب از ذهن تو در بره. گرفتی داستانو؟ حالا توی موضوعات مختلف میام سری دوم چیکار میکنم؟ تابه رو میخونم. آقا همون اندازه سری قبلی ندیگه. اون اواخر تو برنامه جنبندی معلمت مثلا توی زیست تو میخواد که بیای و توی مثلا 4 ساعت گوارش رو جنبندی کنی. باید برسیم به مرحله ای که در این حال که آیکیومون میره بالا، ایکیومون هم بره بالا.
سرعت عملمون هم بره بالا، هوش هیجانیمون هم بالا باشه توی همه موارد، و بتونیم تابه رو انقدر در طول سال دوره کرده باشیم، تستای خوراکش رو زده باشیم و تستای کنکورش رو زده باشیم که تابه دیگه تو کوتاه‌ترین زمان ممکن جنبندی شه، گوارش تو کوتاه‌ترین زمان ممکن جنبندی شه، تستای خوراکش زده شه، تمام نکاتی که در طول سال دوباره نوشتیم توی به نوعی دفترامون کتابامون تماما مرور بشه و در این حال آزمون‌های کنکور چند سال قبل آنالیز بشه، آزمون‌های آزمایشی هم که از اول سال دادیم اونم آنالیز بشه. دیگه با همه این توضیحاتی که دادم میتونی رتبه نیاری خدا وکیلی؟ میشه یه آدم این همه کار رو انجام بده و نتیجه نگیره؟ مطمئن باش اونایی که نتونستن یه جایی از این کارهایی که بهت گفتم پاشون لغزیده، یه جایی کار انجام نشده که این اتفاق رقم خورده، و نمیذارم که اطلاعاتی مثل گرما و گوارش و تابه و هر اطلاعات دیگه از هر درس دیگه ای بعد از اینکه یاد گرفتنش کامل شد، بعد از اینکه تسلطش کامل شد، من مشاورم که هنرم اینه که نذارم اون اطلاعات از ذهن تو بپره. خب این دوتا عکس هم که با هم دیگه بررسی کردیم. راجع به مواردی مثل تغذیه ما حتما یه برنامه غذایی خوبی رو با هم دیگه خواهیم داشت که در صبح زمانی که به نوعی من شروع میکنم به درس خوندنم چه چیزهایی باید بخورم، صبحانه چه چیزهایی باید داشته باشم، میان وعده چه چیزهایی باید داشته باشم، ناهارم، میان وعده بعد از ظهرم، عصرونم و و و همه این مواردی که حتما باید خیلی حواس جمع باشم که سوخت و ساز بدنم رو بتونم تامین بکنم و به نوعی بتونم با اون انرژی که میگیرم انرژی بسیار زیادی هم برای درس خوندنم بذارم. حتما تغذیه یکی از بحثایی که به اسمارت ورک من خیلی کمک میکنه، حواستو جمع بکن توی این قضیه هم. و در انتها همونطور که عرض کردم خدمتتون، آزمون شبیه ساز کنکور بچه‌ها، من خیلی روی این موضوع تاکید دارم که آزمون‌های شبیه ساز کنکور رو باید بزنیم و به نوعی هر کسی که بتونه این آزمون‌ها رو بزنه نتیجه خوب میگیره. کما اینکه ایشون نگاه کن مدلش اینجوریه که انرژیش انرژی خوب فوق‌العاده، و ایشون هم مدلش اینجوریه که انرژیش انرژی قدرتمندی نیستش و استراب داره از آزمون دادن. از آزمون فرار کنی بالاخره یه جا یقتو میگیره. من سعی میکنم با آزمون‌های ابتدایی، ساده، متوسط و در این حال بعدش آزمون‌های حرفه‌ای تو رو آمادت بکنم. پس اعتماد کن، مسیر رو بیا، در جا نزن که بتونیم ان شاءالله به اون نتیجه دلخواهمون برسیم. و این عکسم که به نظرم عکس خیلی جالبی میاد که خیلی از رتبه‌های خیلی از دانش آموزای کنکوری، رتبه که نه، دانش آموزای کنکوریان، این که صندلی آزمون ایشون فرار کرده رفته بالای تیر برق و نمیخواد آزمون بده، ولی در این حال برای پر کردن ظرف سی ما لازم داریم. من یادمه بچه‌ها زمانی که کلاس شنا میرفتم یه روزی مربی اومد گفتش بیا یه دقیقه با هم دیگه بریم دور استخر، اصلا یه دوری بزنیم ببینیم چه جوریه. دست و پای منو گرفت انداخت توی 4 متری. شاید اون روز من خیلی میترسیدم از اینکه وارد 4 متری شم، ولی بعد از اینکه این اتفاق افتاد انقدر من توی این یادگیری شنا حرفه‌ای شدم و انقدر کامل دیگه مسیر رو یاد گرفتم، فهمیدم که یه جاهایی باید از حاشیه امنم بیام بیرون، باید در جا شروع کنم به انجام دادن یه کار حرفه‌ای تر، کاری که شاید اولش سخت باشه ولی در این حال بسیار بسیار به من کمک میکنه. اگر جایی از جلسه اول به دلیل محدودیت زمانی که من داشتم رو کامل نفهمیدید، میتونید دوباره فیلمو بزنید عقب، حتما اون قسمتش رو یک بار دیگه ببینید. و اینم بهتون قول میدم که تمام این موضوعاتی که بهتون گفتم در یک سال آینده به صورت فرد به فرد و شخصی سازی با خودت قراره که کار بشه و قراره که یک زندگی حرفه‌ای رو با هم دیگه داشته باشیم. و قسمت آخر صحبتام رفقا میخوام یه موضوعی رو بهتون بگم. من نمیدونم الان این نوشته ها رو شما هم به طور واضح میبینید یا نمیبینید، ولی در این حال من خودم آخر هر سال از بچه های کنکوری میخوام که نگاه کنید نوشتم این تیکر رو میخوام به یادگار برای بچه های سالهای بعد بذارم، به بچه های سالهای بعد بذارم و بهشون بگم که رفقای سالهای بعد، بچه های سالهای قبل اومدن این مسیر رو طی کردن و الان با کوله باری از تجربه دارن میرن، اشتباهاتشون رو سعی کن انجام ندی، داری انرژی میذاری، داری هزینه میکنی که از تجربه بقیه استفاده کنی.
پس اگر قراره که تجربه بقیه رو هم خودت هم یه بار دیگه تجربه بکنی که بازی رو میبازی. من نمیخوام که تجربیات سخت و دردناک بچه هایی که خدایی نکرده حالا توی هر سالی نتونستن به نتیجه برسن رو تو دوباره تکرار بکنی و از تجربیاتشون استفاده کن. اون به کنار، تجربه استفاده از رتبه‌های برتر که دیگه لذت و شیرینی دیگه ای داره که دقیقاً مسیری که اون رفته رو داره به من میگه و من بدون آزمون و خطا میخوام اون مسیر رو برم و به نتیجه برسم. ایشون رتبه 74 کنکور عرض کنم خدمت شما که 1401 و تجربه ای که داره رو برای شما رفقای عزیزم رقم زده و به شما هم گفته که من میخوام از روش بخونم که شما هم توجه کنید. اول اینکه خیلی از سوالای کنکور تکراری هن و من اولا میگفتم خب اگه اینجوریه پس چرا بچه ها قبول نمیشن، ولی بعد فهمیدم که چون کسی اینا رو درست تحلیل نمیکنه و اون همه درسی که ما میخونیم تهش واسه اینه که این تکراری ها زودتر توی یه ماه آخر خونده شن و بتونیم به اون قسمت‌های غیر تکراری هم جواب بدیم. یه کدی رمزی بچه‌ها دقت کردید رو تکراری‌ها خیلی هم من فوکوس کردم، همیشون صحبتاش داره میگه. من یه دفترچه‌ای دارم شامل سوالات 20 سال کنکور اخیر به تفکیک فصل به فصل که به بچه‌هام میدم. سوالای کنکور چند سال اخیر رو ما اومدیم تیپ بندی کردیم و شما می‌بینید که خیلی هاش ایده‌های تکراری داشتن. تست زدن هم که دیگه اهمیتش مشخصه، چون فقط تدریس معلم ها رو نگاه کردن به همون قدرت تحلیل نمیده و اون چیزی که نیاز داریم همین قدرت تحلیله، حتی واسه یه درسی مثل زیست برعکس چیزی که همه فکر میکنن باید نکته حفظ کنن. معلم های شما فوق‌العاده مباحث مختلف رو به شما یاد میدن، کیفیت فوق‌العاده‌ای دارن. من واقعا خودم توی این مدتی که بودم که رفتم روش های تدریسشون رو دیدم، عالی بودن، عالی. ولی در این حال اونا هم سربازانی میخوان که بتونن کارهایی که دلشون میخواد رو انجام بدن که بتونید در نهایت همگی به اون نتیجه دلخواه برسید. پس تست زدن همون ظرف بی بود که بهتون گفتم، در این حال که ظرف ای ما رو معلم ما اینجا به بهترین نحو ممکن قطع به یقین برای ما پر کرده. دم همشون گرم و دم همه شما هم گرم که باهاشون همراهید. موضوع دوم، توصیه این که هر چیزی سر تایم خودش اتفاق میفته، تراز بالا، درصد بالا. تنها چیزی که مهمه اینه که تا لحظه آخر، یعنی حتی تا روز قبل کنکور هم تلاش کنی. اینم من اولا میگفتم خب همه تا لحظه آخر تلاش میکنن، ولی واقعا تو این مسیر خیلی ها رو دیدم. حتی تراز 8000 قلمچی هم آخرین آزمون جامعش رو چیش و صد، چون درست ادامه نداده بود. کلن این تداومه نه به معنی اینه که خسته نشی، به معنی اینه که حتی با خسته شدنم ادامه بدی خیلی مهمه. خیلی جملات قشنگی نوشته بود، جمله‌ای نوشته بود که من واقعا خودم کیف کردم، چون واقعا تو حد یک مشاور اومده بود توصیه کرده بود براتون و در حد یک مشاور اومده بود واقعا اون نقطه نظراتی که من دلم می‌خواست رو بهتون گفته بود. بچه ها به این جمله خیلی دقت کنید، به این صحبت‌ها خیلی دقت بکنید و تک تکشون رو سر لوحه امورتون انجام قرار بدید که مطمئن باشید که به اون نتیجه می‌رسید. سوالای تکراری، تست زدن‌های زیاد، هر چیزی سر تایم خودش اتفاق می‌افته. ایشون هم شاید اواسط سال برید ترازاشو نگاه کنید به اون نتیجه دلخواهش نرسید، ولی خوب میخوند، خوب تحلیل میکرد، خوب آنالیزش میکردیم و خوب نقطه ضعف ها رو پوشش دادیم. گرفتی؟ بریم صحبت بقیه بچه ها رو با هم دیگه گوش بدیم. خب یکی از بچه ها خیلی باحال نوشته، صحبت های باحالی دارن بچه ها، من خودم خیلی دوست داشتم صحبت هاشون و دوست دارم تو هم بشنوی. یکیشون نوشته بود که بعد کنکور همیشه خیلی زود دیر میشه، تا چشاتو باز میکنی میبینی وسط جلسه یه بلندگو داره پخش میکنه که داوطلبان گرامی دفترچه شماره یک رو شروع کنید. اون لحظه است که حتی برای یک لحظه کل مسیر از جلوی چشات رد میشه، کل سختیایی که کشیدی، کل صبح زود بیدار شدنات و شب دیر خوابیدنات، کل تایمایی که تو کلاس سپروندی، همش از جلوی چشات رد میشه. اما میخوام بگم این چیز خیلی خوبیه، این یعنی تو واسه هدف تلاش کردی، یعنی گام برداشتی واسه چیزی که دوستش داری. اما ممکنه کل سال و طوری سپری کرده باشی که اون لحظه فقط حسرت بخوری، حسرت روزایی که گذشته، حسرت صفحاتی که خونده نشده، حسرت کلاسایی که بهشون توجه نشده، حسرت لحظه هایی که درگیر بچه بازی بودی. رفیق، این خودتی که اون لحظه رو مشخص میکنی، این خودتی که قرار اون 4 ساعت رو خوب بگذرونه یا بد، این خودتی که مشخص میکنی قرار درگیر تستا باشی و خیلی پرقدرت و سرشار از حس خوب و چشیدن لذت بلد بودن همه مطالب رو برای خودت رقم بزنی،
یا هر دو دقیقه سرتو بذاری روی میز و هزار بار خودتو فوش بدی و هی فقط به این اون نگاه کنی تا بگن بچه هایی که میخوان برن میتونن برن. اینو یه آدمی داره بهت میگه که 2 ساعت پیش از جلسه کنکور بلند شده و همه جور دانش آموز رو سر جلسه دیده و حسای خوب یا بعضی جاها رو بعضی درس ها رو حسرت رو هم حس کرده. حالا اگه از این حرفای درد و دلتوری بگذریم و بریم سراغ اصل مطلب، حرف من اینه که وسط مسیر لطفا نبر، لطفا روزا رو سپری نکن. این مسیر بالاخره یه روزی یه جایی خیلی زود تموم میشه و روز آزمون توی و علم تو. روز آزمون دیگه هیچ خستگی رو حس نمی کنی، فقط میگی کاش بیشتر تلاش کرده بودم، کاش مطالبی که حذف کردم و حذف نکرده بودم. این ماراتون به هر حال روز پایانش رسید، ولی کاش یه جور تلاش میکردم که واقعا برنده بازی میشدم، نه ترس این که چه آینده‌ای منتظرمه و چه بلایی قرار سرم بیاد. تست زیاد زدن، آزمون زیاد دادن خیلی خیلی آدمو پخته میکنه و تقریبا عضو جدا نشدنی مسیر کنکورت باید باشه. و البته تک تک آزمونا رو جدی بگیر و فکر کن که واقعا کنکورته و مطمئن باش کنکور چیزی منفک از اونا نیست. حتما علاوه بر علم رو سرعت هم کار کن، چون علم بدون سرعت نتیجه صفره. ظرف سی بچه ها. تا حد امکان چیزی رو حذف نکن، چون به این کنکورا هیچ اعتباری نیست. یهو دیدی شب قبل از کنکور گفتن اون پایه‌ای که تو خوندی ازش خیلی کم سوال اومده و دیگه اونجا هیچ کاری از دستت بر نمیاد. و در آخر اگر دنبال نتیجه تاپ میگردی، حتما تو آزمونایی که تو شرایط آرامش رو خونه میدی خیلی باید عالی باشی، چون سر کنکور منفی 10 الی 20% درصدات ظاهر میشه. البته بچه‌ها این صحبتای من نیست، صحبت دانش آموزی که از کنکور اومده، من صرفا دارم از روش براتون میخونم. و به نظر من برای گرفتن تقریبا 50 تو کنکور باید تو همه آزمونای شبیه ساز بالاتر باشی. اینم صحبت یکی از بچه‌ای بود که خیلی خوب و پخته و قشنگ صحبت کرده بود و حس و حال کنکور رو برای ما تداعی میکرد. من دوست داشتم این صحبتاشون رو و ممنونم ازشون که این صحبت ها رو مطرح کردن. یکی دیگه از بچه هایی که دوباره صحبت مطرح کرده برای ما و فرستاده اینه که آزمون زیاد به شدت به من کمک کرد که سر آزمون زمان بندی مناسبی داشته باشم و بتونم 2 دور به سوالا نگاه کنم، در صورتی که واقعا بچه ها به 1 دور هم نرسیده بودن. توجه کن خیلی وقتا من میام سوادم رو بالا میبرم، ولی اینقدر آزمونای کمی دادم اولین اشتباهاتم رو روز کنکور مرتکب میشم و این خیلی تلخه. اخسرالخاسرین که میگن اینا بیشترین ضرر کننده. چرا؟ چون هم خونده، انرژی گذاشته، با سواد شده، ولی نتیجه ای رو میگیره که همون کسی که نتیجه نگرفته در واقع میگیره. بریم ادامه صحبتاش. تستای کنکور باعث شده بود انتخابای بهتر و هوشمندانه ای داشته باشم برای درسای اختصاصی و محاسباتی و بتونم آسونا رو سریع شناسایی کنم. تست زیاد تو درسای حفظی باعث نشستن مطالب تو ذهنم و تستای محاسباتی خیلی به درد بخور. محاسباتم تو جلسه تو خود تستای خیلی سخت کمکم کرد که به کمک اونا بتونم آسونا رو راحت‌تر بزنم و مطالب پایه فراموش نشه. توصیه‌ام به بچه‌ها اینه که حتما تستای کنکور رو جدی بگیرید. من خودم می‌خواستم سریع وارد تستای جامعه سخت بشم، ولی به اصرار آقای رنجبر کنکورها رو ادامه دادم که خوب خیلی به نفعم شد و بچه‌ها حتما همه تیپ تست سخت و متوسط و آسون رو با تعادل کار کنید. کنکور چند تا تست آسون داره، هر سال دست ندید و کمیت رو فدای کیفیت نکنید. و و و حالا راجع به آزمون‌های مختلف صحبت کرده که دیگه این رو بعداً تو جلسات فردی با هم دیگه آنالیز می‌کنیم. و دست آخر، جمله آخری که از یکی از بچه‌ها می‌خوام براتون بخونم که محبت کرده به من این پیام رو داده بود. نفر اولی که گفتم بهتون رتبه 74 کنکور بود، نفر دوم رتبه 346 کنکور بود، نفر سوم 1347 کنکور بود و این رتبه آخر رتبه 811 کنکوره، که میگه استاد در طول این 2 سال که دانش آموزتون بودم همیشه میدیدم که حالا اینا رو کاری ندارم، اینجا رو میخوام کار کنم. که اوایل 11ام که شروع کردم به خوندن برای کنکور خیلی استرس داشتم و محبت کردم. میگه شما خیلی کمکم کردین، اواخر واقعا فهمیدم که هر چقدر بیشتر تلاش کنم استرس کمتری دارم. 40 روز آخر که واقعا فشار امتحانای نهایی، آزمون‌های جمع‌بندی و نکته و تستا زیاد بود، روی برگه برام نوشتید که حتما زیر 2000 میاری. اون موقعی که از خستگی می‌خواستم بگم که اصلا چرا باید کنکور بدم، به این نوشته‌ات رو نگاه می‌کردم، انگار دلگرمی روزهای آخرم همین بود.
و اینجا ازش خواستم که بگه که دفترچه سوالای کنکور رو هم که اصلا نگم چقدر کمکم کرد. کاش برای همه امتحانا همچین دفترچه‌ای وجود داشت. و اینکه آزمونای سه روز یه بار رو دفترچه همونیه که بهتون گفتم ها بچه‌ها سال 20 سال اخیر. و اینکه آزمونای سه روز یه بار رو دقیقاً به موقع شروع کردید، جوری که فرصت بود که بریم دقیق تحلیل کنیم. واقعاً اگر اون آزمونا نبود و زمان بندی و سر جلسه نشستن رو یاد نمی‌گرفتم رتبه‌م 3 برابر می‌شد. از بزرگترین عنصرهای کنکورم بود به نظرم. هنوزم از خوشحالی باورم نمیشه که من رتبه شدم و کاش کلمه ای بود که میتونستم بگم که چقدر ممنونم. منم از تو ممنونم، از همه بچه هم ممنونم، از تمام شما رفقایی که دارید تلاش میکنید، دارید میدوید که اون نتیجه دلخواه رو بگیریم. من توحید رنجبر افتخار میکنم که امروز در خدمتتون بودم، یه جلسه رو با هم دیگه داشتیم. مطمئن باشید و بهتون قول میدم که هر آنچه که در چنته داشته باشم، هر آنچه که در توانم باشه واسه شما رفقای گلم میذارم که بتونیم یه کنکوری حرفه‌ای باشیم، بتونیم کار درست رو انجام بدیم، کار قوی بدون شعار، فقط عمل و رسیدن به اون نتیجه فوق‌العاده‌ای که دلمون میخواد. خیلی ممنونم از این که وقت شریفتون رو در اختیار من قرار دادید. خواهش میکنم اگر شما تکی این جلسه رو دیدید، یک بار دیگه از اولیاتونم بخواید که این جلسه رو ببینن. و ممنونم از این که گوش دادی. امیدوارم که ببینم پیام‌های پر از مهرتون رو که سالیان بعد به من بگید که تونستید این روش ها رو اجرا کنید و به اون نتیجه دلخواهتون برسید. دم همتون گرم، روز و شبتون به خیر و نیکی، خداحافظشون. نهضت آشنای سه نسل.